دکتر خیلی خوش آمدید. هدف و برنامه سفرتون به ترکیه رو بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب روابط ما با ترکیه روابط تاریخی است و ما به صورت خیلی جدی پیگیری میکنیم بحث صادرات در واقع شرکت دانش بنیان. تو این سفر هم ما بیش از 80 شرکت رو داریم که انشالله در استانبول ملاقاتاشون داره انجام میشه، از همین امروز انجام میشه و فردا هم در واقع تمام جلسات بین این شرکت های ایرانی و ترک اجرا میشه اونجا در استانبول. از اون طرف هم به حال ما در آنکارا الان جلسات متعددی با بسیاری از مقامات عالی رتبه در ترکیه داریم و امیدواریم که روابطمون تو حوزه هم علمی هم فناوری توسعه بدیم. هم دانشجوهای ترک الان در واقع در ایران زیاد شدن و هم دانشجوهای ما در ترکیه، یعنی یکی از مقاصد جدید دانشجوی ما هست ترکیه. ما ملاقاتی با دانشجوهای خودمون هم داریم در استانبول. انشالله این در واقع جلسات باعث میشه که ما هم روابطمون تو حوزه علم فناوری با ترکیه افزایش پیدا بکنه و هم صادرات فناوری. اون چیزی که ما به جد در معاونت علمی پیگیری میکنیم صادرات شرکت های دانش بنیانمون هست و ترکیه یک مقصد صادراتی بسیار مناسب برای شرکت های ما هست. مستظرین و فرمودین که سطح روابط ما با ترکیه از لحاظ سیاسی و اقتصادی در شرایط بسیار خوبی هست. از لحاظ تبادل علمی، بحث علمی فناوری هم اکنون در چه سطحی قرار داریم و در آینده؟ اون اکوسیستم فناوری و نوآوری توی ایران نسبتاً جوانه، ولی خوشبختانه الان ما شرکت‌های بسیار بزرگی داریم. ما تو حوزه‌های ICT، تو حوزه‌های بیوتک، تو حوزه‌های سلول‌های بنیادی، نانو، بزرگترین شرکت‌های منطقه رو داریم و برای همین محصولاتمون به راحتی میتونه در واقع تو حوزه صادراتی با ترکیه قرار بگیره. تو حوزه‌های مربوط به تجهیزات پزشکی، تو حوزه‌های دارویی، نه حوزه‌های در واقع برتری ما هست در منطقه و ترکیه هم بازار مناسب صادراتی در واقع شرکت ها هست. از اون طرف هم بله، ما بحث های انتقال تکنولوژی هم داریم با شرکت های ترک که باید این رو در واقع پیگیری بکنیم. روابط علمیمون هم رو به افزایش، همونطور که من گفتم هم دانشجوهای ما در ترکیه و هم دانشجوهای در واقع مقیم ترکیه در ایران، هر دوتا در واقع این دوتا زیست بومش در حال در واقع گسترش هست و فکر میکنم که ارتباط خوبی هم ما تو آینده بتونیم برقرار بکنیم. تو حوزه علمی بعضی از دانشگاه هم ارتباطاتی دارم با دانشگاه ترکیه، ولی باید خیلی جدی تر ما این موارد رو پیگیری کنیم.